سلام، من نازنینم. امروز میخوام براتون یه قصه بگم به اسم یادگاری شیرین. سایه شیرین رو آب نبات صدا میزد. شیرین خوشش میامد که سایه اونو آب نبات صدا بزنه، چون هم سایه رو دوست داشت و هم آب نبات دوست داشت. سایه و شیرین همسایه دیوار به دیوار همدیگه بودن. شیرین بعد از ظهر میرفت پیش سایه تا با هم مشقاشون رو بنویسن، نقاشی بکشن و بازی کنن. بازی مورد علاقهشون هم این بود که دوتایی از پشت پنجره اتاق خیابون رو تماشا کنن. شیرین ماشینای قرمز رو میشمرد، سایه ماشینای سفید. تاکسی‌ها برای شیرین بودن، اتوبوس‌ها برای سایه. شیرین برای آدمای توی خیابون اسمای الکی میذاشت، سایه براشون شکلک در میآورد. بعضی وقتا هم دوتایی دماغشون رو محکم به شیشه پنجره فشار میدادن و میخندیدن. یه روز بعد از اینکه حسابی خیابون بازی کرده بودن و بهشون خوش گذشته بود، سایه به شیرین گفت ما داریم از اینجا میریم. شیرین با تعجب پرسید کجا میرین؟ سایه دوید و از توی کشوی میزش یک کاغذ تا شده خیلی بزرگ در آورد. تای کاغذ رو باز کرد و کاغذ رو پهن کرد روی زمین. یک نقشه بزرگ که همه جای دنیا روش پیدا بود. سایه انگشتش رو روی جایی از نقشه گذاشت و گفت اینجا. شیرین عینکش رو از روی چشاش برداشت، سرش رو پایین برد و به اون نقطه که سایه نشون داده بود با دقت نگاه کرد. پرسید میرین اینجا مسافرت؟ سایه آهی کشید و گفت نه، میریم اینجا خونمون بشه. شیرین سرش رو بالا آورد خونتون؟ یعنی یه خونه جدید میخواییم بریم؟ سایه جواب داد آره. من نقشه رو از روی زمین جمع کرد و دوباره گذاشتش توی کشوی میز. بعد خم شد و از زیر تخت خوابش چمدون سیاه کوچیکی رو بیرون کشید. اینم چمدون منه، وسایلم رو باید بریزم این تو. شیرین عینکش رو روی چشاش گذاشت و به چمدون نگاه کرد. این که خیلی کوچیکه. سایه سرش رو تکون داد، چمدون رو گذاشت روی تخت و زیپش رو کشید. چمدون هنوز خالی بود. مامانم گفته فقط چیزای کوچیک و مهم و ضروری. شیرین مثل یک گربه بازیگوش از اون طرف اتاق دوید و سر خورد توی چمدون و نشست اون تو. اما وسایلت که همش این تو جا نمیشه. سایه ابروش بالا انداخت و گفت نه، فقط چیزای کوچیک و مهم و ضروری. شیرین پرسید پس آکواریومت چی؟ سایه آکواریومشو خیلی دوست داشت. خندید و گفت اونو میخوام بدمش به تو، یادگاری. شیرین از چمدون بیرون اومد و از خوشحالی روی تخت بالا و پایین پرید. آکواریوم سایه خیلی قشنگ بود. 3 ماهی صورتی داشت، 2 لاک پشت شیشه ای و یه عالمه سنگای کوچیکی رنگی. سایه چمدون رو بست و دوباره هلش داد زیر تخت. تو هم به من یه یادگاری بده. شیرین که هنوز داشت از خوشحالی آکواریوم بالا و پایین میپرید پرسید یعنی مثلا چی؟ سایه کمی فکر کرد و گفت یه چیزی که بدی با خودم ببرمش، هر وقت دلم برات تنگ شد بهش نگاه کنم. فقط باید تو چمدونم جا بشه. باشه؟ شیرین گفت باشه. و تمام اون شب به یادگاری فکر کرد. شیرین دوست داشت یادگاریش به قشنگی یادگاری سایه باشه. اما هیچ چیز به قشنگی آکواریوم سایه نبود. یا اونقدر بزرگ بود که توی چمدون سایه جا نمی گرفت. روز آخر تو خونه شیرینا، وقتی سایه و شیرین دوتایی نشسته بودن کنار آکواریوم، دماغشون رو چسبونده بودن به شیشه و ادای ماهی ها رو در می آوردن، شیرین به سایه گفت منم بهت یادگاری میدم. سایه با خوشحالی پرسید چی؟ شیرین دوید و از توی کشوی لباساش یک کاغذ تا شده بزرگ در آورد. تای کاغذ رو باز کرد و کاغذ رو پهن کرد رو زمین. یادگاری شیرین روی کاغذ یه قلب بزرگ بود. وسط قلب یه خونه بود. وسط خونه یه آکواریوم. وسط آکواریوم 3 ماهی صورتی. توی دل هر ماهی یه آب نبات. شیرین لبخندی زد و از سایه پرسید اینو میتونی بذاری تو چمدونت مگه نه؟ سایه سرش رو بالا گرفت. با چشاش که میدرخشید جواب داد آره.
اینم از داستان امروزمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی، شب و روزتون خوش.